در طول تاریخ نگرش های متفاوتی نسبت به زن وجود داشته است. از دیدگاه زنان، زن موجودی قوی، باهوش، توانا و مساوی با مردان. اما نقطه نظر سنتی مردان زن را جنس ضعیف، همسر، مادر و در خوشبینانه ترین حالت بانوی خانه تعریف می کند. زنان طی سالیان دراز تلاش کردند تا از که مردان به دور تنیدند رهایی یابند و اهمیت نقش خود در جامعه را ثابت کنند. خوشبختانه این که زنان از نقش بسیار مهمی در واحد خانواده برخوردار هستند، مورد قبول همگان بوده و تلاش پیگیر زنان اهمیت، قابلیت و نقش انکار ناپذیر آنها در جامعه را نیز به اثبات رسانده. نقش زنان در خانواده، من خیلی وقتا میگم زن فرهنگ خانواده است. زن مرکز احساس و اخلاقیات خانواده است و حقیقتا رولی که زن داره در تعلیم و تربیت و پرورش بچه ها بزرگترین رولی است که ما در جامعه بشریت الان داریم یعنی اینکه اگر که خانم ها بتونن بچه های تربیت بکنن که در اون چند سال اول زندگیشون این بچه ها از عشق و محبت از امنیت از اینکه یک مقداری از نظر فکری و هوشی در خانه واده باشن که بهشون کمک بشه انسانهای خیلی خوبی میشن در آینده که مفید در اجتماع و برای همه دنیا خواهند بود نقش زنون در خانواده با فرزندشون آغاز میشه البته اگه ازدواج کردن و بچه ای دارن و به طور کل یادآور یاد، یاد بودن و یاد دادن این کودک برای همه مسائل زیبای دنیا و همچنین مسائلی که در دنیا زیبا نیست و این بالانس رو نگه داشتن به شکلی که بچه ها بتونن با مغز راحت و باز به آینده نگاه بکنن بدون هیچ نوع افکار بعد بدون هیچ نوع افکاری که موجب بشه یک قسمتی از زندگیشون برگرده به افکاری که از نظر اکستریمیست و از نظر بچه هایی به وجود بیان که تبعیض بذارن به خصوص در فرزن در جامعه که ما زندگی میکنیم در دنیا الان و همچنین در امریکا که من هستم این تبعیض بسیار مهم است که ما از اول یاد بدیم که این تبعیض وجود نداشته باشه محبت عشق زیاده که یاد دادنش دقیقا و مستقیما از مادر فرزند میاد و بعد محیط گرم خانواده رو به شکل, اش... به شکل های مختلف نگه داشتن به خانواده ارج دادن به پدر بزرگها، به مادر بزرگها ها گذاشتن و اهمیت اونها در زندگی این کودکانی که آینده ساز هستن و این که با فکر باز که مرد و زن همه میگه هست و شما میتونید هر چیزی که بخواید بشید بستگی داره که چقدر توش انرژی بگذارید و چقدر کوشا باشید به نظر من مهمترین و بزرگترین نقش یک زن در خانواده تربیت اون خانواده است برای که تمام مردها و بچه هایی که بیرون در جامعه ما باشون رو میشیم تحت مراقبت و تربیت اون زنان بودن من فکر میکنم نقش زن به عنوان مادر و نقش زن به عنوان مربی و کسی که بچه ها فرزندان باش ارتباط بیشتری دارن خیلی مهمه اگر به دلایل زندگی امروز این نقش بر عهده مردها گذاشته شده من کاملا درک میکنم که اونا میتونن همون نقش رو داشته باشن ولی به نظر من آموزش و تربیت مهمترین نقش زنه در داخل خانواده که بتونی جامعه بهتری رو تربیت کنه. باز هم من فکر میکنم که نقش زن در خانواده اگر اجازه بدید اول صحبت بکنم اون هم باز یک نقش تکمیلی هست. یعنی اون از صحبتی که قبلا عرض کردم در مورد اینکه تفاوت های بین زن و مرد تفاوت تکمیلی است یک جلوش رو خود در خانواده نشون میده یعنی وقتی که ما اصلا به اون واحد خانواده نگاه میکنیم که شاید بشه گفت اولین واحد تشکیل یک اجتماع است خانواده اصلا خودش میشه یک اجتماع خیلی کوچولو یعنی یک در سطح خرد میشه گفت که یک اجتماع هست که در این اجتماع اعضایی وجود دارن که پدر هست مادر هست بچه ها هستن و یک روابط بسیار خاص و ضروری به این اعضای خانواده مترده میشه یعنی اینها با هم یک روابط خاصی برقرار میکنن و این روابط در حقیقت همون نقش و رولی است که بازی میکنن نقش مادر یعنی نقش زن به عنوان یک مادر و نقش زن به عنوان یک بانوی خانواده حتی اگر هم حتی اگر هم بچه نداشته باشند باز یک حالت تکمیلی پیدا میکنه نسبت به نقش مرد که یا پدر شاید بشه گفت که این نقش ها در سازندگی خانواده خیلی خیلی موثر هست یعنی ما می بینیم که مثلا حالا من به عنوان فقط مثال عرض می کنم می بینیم که در یک سری فعل و انفعالات خانوادگی شاید لازم باشه یک مقدار انعطاف پذیری در شرایطی به وجود بیاد شاید بشه گفت که این نقش انعطاف پذیری رو شاید زن در خانواده ایجاد میکنه از طرف دیگه موقعیت های دیگری میتونه وجود داشته باشه که یک نقش صبات و پیوستگی وجود داشته باشه خب اون رو میتونه مرد ایجاد بکنه یا اینکه در شرایط مختلف دقیقا همین مسئله عوض بشه یعنی اینکه مرد یک نقش انطاف پذیر بازی بکنه و زن نقش صبات هر دوی اینها در شرایط مختلف قابل تصور و قابل مشاهده هست نکته مهم این است که هر دو این قابلیت رو دارن و هر دو نسبت به پیشینه تربیتی یا پیشینه ژنتیکی خودشون میتونن بهترین رول رو دفاع با ایفا بکنن نکته مهم این است که در یک خانواده بدون شک این رول ها بیشتر خودشون نشون میده من فکر میکنم زن کسی که باید به بچه هام یاد بده فراته پدرم حتما یاد میده ها ولی چون زن آم 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 یا وقت بیشتری میذاره با بچه ها یا اصولا بچه ها رو از خودش به آسونی جدا نمیکنه مگه یه شرایطی باشه که بعد مثلا بره سر کارش اینا ولی وقتی هست خیلی طبیعیه که اون زن اوقات خیلی زیادی با بچه هاش میگذرونه نقش زن به عنوان آموزگار به عنوان کسی که داره به بچه ها یاد میده و هر چی که اون یاد میده در واقع در اون سیکل دوباره تکرار میشه مهمه نقشی که جوامع اصولا برای زنها دیدن به طور سنتی که مشخصه که بعد در خانه باشن در خانواده باشن بعد بچه هاشون رو بزرگ کنن ولی من فکر می حداقل امیدم برای بشریت اینه که نقش آدم ها رو فردی تر ببینن نقش به عنوان یک فرد ببینن که این آدم میتونه چه نقشی ایفا کنه تا به عنوان این زن این مرد من فکر میکنم نقش زن ها میتونه همونقدر متنوع باشه که جامعهشون هست اگر زن از ایفای نقش اجتماعی محروم شود از رشد اجتماعی او کاسته می و جامعه‌ای که زنان آن از رشد فکری و اجتماعی محروم باشند مسلما جامعه رشد یافته ای نخواهد بود زیرا جامعه از آهاد انسانهایی تشکیل می شود که با تربیت و فرهنگ متفاوتی از خانواده ها شکل می گیرند و وارد اجتماع می گردند زنها در جامعه هم می پا به پای مردها کار کنن و کار کردن و از عهده خیلی از مشاغل بر اومدن ضمن اینکه حضور این ناپذیر زن در خانه و خانواده و مدیریتی که میتونه بر خانه و خانواده داشته باشه بسیار اهمیت داره اما موضوع این هستش که حضور زن در جامعه همچنان یک حضور ناکامله اصلاحات هنوز اصلاحات کاملی نیست در رابطه با این مسئله حضور زنان که مطرح شده یا جنبش زنان مثل یک زایمان ناقص مثل یک نوزاد ناقص هست ناکامل هست حضور زن که همچنان در حصار دولت و دین فعالیت های زنان و اگر هم یک حضور سیاسی من از ایران حرف میزنم اگر حضور سیاسی هم داره بقیده من کاملا حضورش تزئینی است و در دایره یا در حصار نظارت دولت مردان هست بنابراین من همچنان حضور زنان سیاسی رو حضور مؤثر یا کاملی نمی بینم حضورش رو کاملا تزئینی می بینم در هیته سیاست ایران حالا در زمین های فرهنگی و هنری یا اجتماعی خب اتفاقات بسیاری افتاده تلاش های زیادی شده ولی همچنان ناکامله و حضورش ناقصه از لحاظ اجتماعی من فکر می کنم باز هم ها خیلی کارا رو بهتر انجام بدن به این دلیل که اون شفقتی که در یک زن به عنوان یک مادر به طور طبیعی و ارگانیک وجود داره باعث میشه که از خیلی از مسائل خیلی آسونتر بگذرند تا مردها مردها یک خوی جنگجویانه دارن و من همیشه فکر میکنم که اگر زنهای بیشتری در رأس کشورهای مختلف قرار بگیرن شاید بتونن کارهای بهتری برای جوامع بین المللی انجام بدن و ما این همه جنگ و کشت و کشتار نداشته باشیم وقتی که وارد اجتماع میشیم در حقیقت همین مقیاس خورد رو به مقیاس کلان تبدیل میکنیم یعنی اونجا هم میبینیم که اون ویژگی های زنانگی چقدر میتونه در پیشبرد ثبات در یک جامعه مهم باشه و همینطور این اطاف پذیری در جامعه چقدر میتونه مهم باشه مثلا میبینیم که در جوامعی که بیشتر مرد سالاری بوده یا در تاریخ که نگاه میکنیم یا همین الان در جوامعی که الان مرد سالاری هست واقعا خصیصه های اون اجتماع تحت شعاع همون مرد سالاری قرار میگیره و ما میبینیم که انگار اینکه این جامعه یک خلایی داره، انگار اینکه این جامعه یک کمبودی داره و وقتی قیاس میکنیم با جوامعی که تقریبا از بیشتر جهات شبیه اون جامعه است، ولی زنها هم نقش بارزی در اجتماع دارن، نه اینکه اصلا نقش نداشته،, نداشته باشن نخش... میبینیم که این جامعه یه مقدار تکمیل تر میشه در یک کشور میبینیم که زنها اجازه رانندگی ندارن در یک کشور دیگه ای که میتونه همگون باشه با این کشور دیگه میبینیم که نه زن هم اجازه رانندگی هم داره و این تفاوت ها رو ما توی عمل کرد و واقعا نمایشی که در اون جامعه از خودش نشون میده میتونیم به راحتی ببینیم خانواده یه قسمتی از این جامعه است شما اون جامعه رو کوچولویی رو که در خانواده دارید این بزرگتر میشه میشه جامعه کلی شما بنابراین هر چیزی رو که شما اونجا آغاز میکنید ما همین به شکل پخش میشه و بزرگتر میشه در جامعه دنیا هر قدم مثبتی رو که برمیدارید یه قدم مثبت به طرفتون میاد هر لبخندی رو که میزنید یه لبخند به طرفتون میاد بنابراین ساختن یک جامعه فقط این نیستش که با یک انرژی بسیار شدید برید جلو اونجا لطافت هایی هست که یک زن به نظر من همیشه باید داشته باشه و اون حس بالانس و هارمونی مهمی رو که باید جامعه داشته باشه از،, از بنیاد خانواده آغاز بشه و بعد پخش بشه به تمام دنیا بله قطعا زنها گروهی هستن که میتونن بچه دار بشن براتا نمیدونن خب این که حل شد این مسئولیت به عهده زنها ولی قسمت دومش که مسئولیت نگهداری بچه هاست خیلی مطمئن نیستم که فقط باید به گردن زنها باشه در کشورهای اسکاندیناوی الان الان سال هاست که مردها به صورت برابر از نظر قانونی مجبور میشن مجبور میشن یعنی اگه اون بعد از بارداری همسرشون اگه اون وقتی که باید بگیرن نگیرن اون تعطیلات کشته میشه اولش یکم به نظر میومد مردها مقاومت میکردن و بعد از اینکه مشخص شد این تعطیلات از بین میره این مقاومت هم از بین رفت و خیلی تجربه بر اساس چیزایی که منتشر شده خیلی تجربه مثبتی واسه اون جوامع بوده و خیلی از این زمانی که با کودکان خودشون سپری کردن خیلی لذت بردن و برای کل خانواده مفید بوده so برای همین من فکر نمی کنم لزومن و قاعدتا زنها باید مسئول اصلی نگهداری از بچه ها من فکر کنم واقعا میتونه جامعه خیلی سالم تری باشه که اگه زنها و مردها به طور مساوی سخته هر کاری به طور مساوی انجام دادن سخته ولی مسئولیت خیلی نزدیک به همون براخته بگیرن نقشی که زن در جامعه بازی میکنه یعنی نه نقش طبیعیش نقش طبیعیش مهرز معلومه چیه نقشی که جنسیت در اجتماع بازی میکنه همون که عرض کردم این مجهول و منتویه یعنی مهرز نیست که کدوم زن قرار مادر خوبی بشه خیلی زنها هستن که استعداد و مادر بودن زیاد نداره و کدوم زن قرار دانشمند بشه و فیزیکدان بشه و پژوهشگر بشه بنابراین این نقش دائم در حال تکامل و تغییر و اشتباه اگر بخوایم این نقش رو محدود کنیم روی اون چیزی که سنته